اما مثنوی چگونه سروده شد؟ مریدان و یاران پیشین مولوی که تولد یک شخصیت نوین رو در او جشن گرفتند و به رسمیت شناختند، دست پر و ضمیر جوشان او رو مغتنم و مبارک شمردند و از او تقاضای افادت و افاضت کردند. چنان که در آغاز سخن گفتم، در حلقه های صوفیان کتاب های سنایی و عطار خوانده می شد. نزد مولوی آمدند، ذوق شاعری او را می دانستند، جوشش ضمیر او را آزموده بودند، حلاوت کلام او را تجربه کرده بودند. از او درخواست کردند که ابیاتی بسراید و دیوانی فراهم آورد تا دستمایه صوفیان شود، کتاب درسی و سفره معنوی در حلقه های صوفیان گردد، از او بهره های باطنی و معنوی ببرند. مولانا دعوت آنها را اجابت کرد و 18 بیت نخستین رو که سروده بود و در کاغذی نوشته و در امامه خود نهاده بود بیرون آورد و گفت: من خود به همین اندیشه بودم. و چنین بود که سروده شدن مثنوی آغاز شد. مثنوی در خطاب با حسام الدین چلبی سروده و گفته می شد. در حقیقت اون که سخن رو چون شیر از پستان جان مولانا بیرون می کشید حسام الدین بود. مولانا در مقدمه‌ای که به نثر بر دفتر اول مثنوی نوشته است به صراحت این معنا رو آورده است. میگوید که اجتهدت فی تطویل المثنوی، من در تنظیم و سرودن مثنوی کوشیدم و سعی بسیار ورزیدم، لاستدعاء سیدی و سندی و معتمدی و مکان روح من جسدی و ذخیره یومی و غدی، به تقاضا و به استدعاء کسی که سید من است، سند من است، معتمد من است، مانند روح در بدن من است، ذخیره امروز و فردای من است. چنین اوصاف بلندی در مورد او ذکر می کند و او را ابوالفضائل حسام الدین می نامد. توضیح می دهد که او یکی از فتیان یا اخیان است، یعنی یکی از افرادی که متعلق به حلقه اهل فتوت است، و بعد هم می گوید که به لحاظ نسبی منسوب است به اون شیخ افسانه‌ای که المنتسب الی الشیخ المکرم به ما قال امسیت کردیان و اصبحت عربیا، اون کسی که شب کرد بود و صبح وقتی که برخاست عربی می دانست. این که این شیخ که بوده است داستانها درباره او گفتند. باری به استدعاء چنین کسی سروده شدن مثنوی آغاز شد. حسام الدین خلیفه دوم مولانا بود. باید بگویم که پیش از این که حسام الدین به خلیفگی برگزیده شود، کسی به نام صلاح الدین زرکوب قونبی خلیفه مولوی و مورد علاقه او بود و کسی بود که با دیدن او ناطقه مولانا گشوده می شد. صلاح الدین زرکوب قونبی همان کسی است که دختر خود را به پسر مولانا داد و دختر او عروس مولانا شد. پاره از نامه ها که مولوی به عروس خود نوشته است و اکنون در مجموعه نامه های مولانا به تبریزیده از لطیف ترین پدرانه ترین نامه هایی است که در این زمینه نگاشته شده است. صلاح الدین گفتند که مردی عامی بود و حتی پاره از لغات رو به خطا تلفظ میکرد. به قفل میگفت، قلف به مبتلا گفته بود، مفتلا و امثال اونها. مولوی گاهی از سر همراهی و برای درس دادن به مریدان همون خطاها رو تکرار میکرد و میگفت درست آن است که او میگوید. درباره صلاح الدین مولوی سروده بود که نیست در آخر زمان فریاد رس، جز صلاح الدین صلاح الدین و بس، و آرزو میکرد که پس از مرگش هم او خلیفه او بماند. اما در زمان مولانا صلاح الدین درگذشت و مولوی غزل بلندی در رسا او گفت که الحق مالا مال از نکته های پرمغز است. ای ز هجرانت زمین و آسمان بگریسته، دل میان خون نشسته، عقل و جان بگریسته، ای دریغا ای دریغا ای دریغا ای دریغ بر چنان چشم نهان چشم عیان بگریسته. ای ز هجرانت زمین و آسمان بگریسته، دل میان خون نشسته، عقل و جان بگریسته. چون به عالم نیست یک کس مر مکانت را عوض، در عزای تو مکان و لا مکان بگریسته. جبرئیل و قدسیان را بال و پر ازرق شده، انبیا و اولیا را دیدگان بگریسته.
اندر این ماتم دریغا تا به گفتارم نماند، تا مثالی وانمایم کان چنان بگریسته. چون از این خانه برفتی سقف دولت در شکست، لاجرم دولت بر اهل امتحان بگریسته. در حقیقت صد جهان بودی نبودی یک کسی، دوش دیدم آن جهان بر این جهان بگریسته. چون ز دیده دور گشتی رفت دیده در پیت، جان پی دیده بمانده خون چکان بگریسته. غیرت تو گر نبودی اشک ها باریدمی، همچنین به خون چکان دل در نهان بگریسته. مشک ها باید چه جای اشک ها در هجر تو، هر نفس خونا بگشته هر زمان بگریسته. ای دریغا ای دریغا ای دریغا ای دریغ، بر چنان چشم عیان چشم گمان بگریسته. شه صلاح الدین برفتی ای همای گرم رو، از کمان جستی چو تیر و آن کمان بگریسته. بر صلاح الدین چه داند هر کسی بگریستن، هم کسی باید که داند بر کسان بگریسته. باری صلاح الدین درگذشت. این صلاح الدین همون کس بود که روزی مولانا به بازار رفته بود و صدای تلاکوبی از مغازه او به گوش مولانا رسید و مولانا ناگهان به وجد آمد و مشغول رقص و سماع در میانه بازار با مریدان شد و اون غزل لطیف رو سرود که یکی گنجی پدید آمد در آن دکان زرکوبی، زهی معنا، زهی صورت، زهی خوبی، زهی خوبی. یکی گنجی پدید آمد در آن دکان زرکوبی، زهی صورت، زهی معنی، زهی خوبی، زهی خوبی. زهی بازار زرکوبان، زهی اسرار یعقوبان، که جان یوسف از عشقش برآرد شور یعقوبی. ز عشق او دو صد لیلا چو مجنون بند می درد، که از این آتش زبون آید صبوری های ایوبی. شده زرکوب و حق مانده، تنش چون زرورق مانده، جواهر بر طبق مانده چو زرکوبی کروبی. بیا بنواز عاشق را که تو جانی حقایق را، بزن گردن منافق را اگر از وی بیا شوبی. پس از درگذشتن صلاح الدین، مولانا خاطر خود رو مشغول با حسام الدین کرد. حسام الدین مرد فرهیخته‌ای بود، تحصیل کرده بود و کسی بود که چنان که گفتم مولانا در مصاحبت با او نطقش باز می شد. او محرم اسرار جلال الدین بود و حسام الدین همون کسی بود که می توانست مولانا رو بر سر شوق بیاورد، می توانست زبان او رو بگشاید، می توانست به منزله محرم سر در کنار او بنشیند و رازدان او باشد. مولانا می گفت راز جز با رازدان انباز نیست، راز اندر گوش منکر راز نیست. می پسندید که کسی در مقابل او باشد که نکته های او رو بگیرد، که جذب کند، که هضم کند. این حالتی و صفتی بود که شمس هم با خود مولانا داشت. شمس در مقالات خود میگوید که چون آبگیری، چون برکه‌ای بودم، به دور خود میپیچیدم و برون شوی نداشتم و در خود میماندم و خوف این داشتم که در خود بمانم و بگندم، تا آنگاه که به مولانا رسیدم راه بر من گشوده شد. همین حالت رو مولوی با حسام الدین داشت. سخن در درون او می جوشید و راهی به بیرون نمی جست. همین که حسام الدین رو می یافت، نطق او گشوده می شد و اون دریا راه به جوها، به رودخانه ها و به برکه ها و آبگیرها پیدا می کرد. مولانا می گفت که
مستمع چون نیست خاموشی به است، نکته از نااهل اگر پوشی به است. چون که جمع مستمع را برد خواب، سنگ های آسیا را برد آب. رفتن این آب فوق آسیاست، رفتنش در آسیا بهر شماست. چون شما را حاجت تاهون نماند، آب را در جوی اصلی باز راند. ما امروز مدیون و ممنون حسام الدین هم هستیم که چنین دایگی می کرد و طفلهای ضمیر مولانا رو قابلگی می کرد. این سخنی است که خود مولانا هم با حسام الدین گفته است که مثنوی را چون تو مبدع بوده ای، گر فزون گردد تو اش افزوده ای. مثنوی اندر فروع و در اصول، جمله آن توست و خود کردی قبول. در قبول آرند شاهان نیک و بد، چون قبول آرند نبود هیچ رد. پیش من آوازت آواز خداست، عاشق از معشوق هاشا کی جداست. اتصالی بی تکیف بی قیاس هست، رب الناس را با جان ناس. میبینید که تعبیر مولوی نسبت به حسام الدین این است، نسبت عاشقی با معشوقی. در جای دیگری نسبت به حسام الدین میگوید که ای حسام الدین، ضیاء دین و دل، کی توان اندود خورشیدی به گل. قصد کردستند این گل پاره ها، که بپوشانند خورشید تو را. در دل که لعل ها دلال توست، باغ ها از خنده مالا مال توست. گرد این بام و کبوتر خانه من، چون کبوتر پر زنم مستان من. جبرئیل عشقم و صدرم توی، من سقیمم عیسی مریم توی. این تعبیرات لطیف، بلند، عاشقانه و مجذوبانه نسبت به حسام الدین نشان می دهد که مولوی چه حالتی با او داشته است. ولذا عجب نبود وقتی که او در کنار حسام الدین می نشست، شکفته می شد، گویا می شد و اسرار ضمیر خود را برملا می کرد و بیرون می ریخت و دیگران و اطرافیان هم از لقاطات خورش او بهرمند می شدند. چنین بود که مولوی آغاز به سرودن مثنوی کرد. مثنوی چنان که اکنون در اختیار ماست 25562 بیت دارد و در 6 دفتر گردآوری شده است. تقسیم این 25000 و چند صد بیت به 6 دفتر تنظیم از آن خود مولانا است و محصول تصرف نسل‌های بعد یا ناسخان و نسخه برداران نیست. قرائنی و شواهدی در ابیات پایانی دفترها وجود دارد که نشان می‌دهد بستن یک دفتر و گشودن دفتر دیگر به تدبیر و به نظر و نظارت خود مولانا انجام می‌گرفته است. اینکه چرا چنین می‌شده دلایل و اسباب چندان روشنی ندارد. اینقدر می‌دانیم که پس از سروده شدن دفتر اول که حدود 4000 بیت دارد، مولوی دچار ملال و قبض خاطر می شود. این نکات رو مولانا در ابیات پایانی دفتر اول آورده است و به وضوح با ما در میان نهاده است که این لطف دل که از یک مشت گل، ماه او چون می شود پروین گسل. در آنجا به ما می گوید که سخت خاک‌آمیز می آید سخن، آب تیره شد سر چه بند کن. تا خدایش باز صاف و خوش کند، اون که تیره کرد هم صافش کند. صبر آرد آرزو را نی شتاب، صبر کن والله اعلم بالصواب. به صراحت میگوید که جوشش طبع او فرو خفته است و اون تلاطم ضمیر فرو نشسته است و اون حالت پیشین برای او دیگر حاصل نیست و لذا زخم به ضمیر نمیزند، خود رو تحت فشار گزاف و تکلف قرار نمیدهد
و برای سرودن رنج بیهوده نمیبرد. تنها چاره‌ای و علاجی که برای این عارضه میابد این است که صبورانه بنشیند و منتظر گشایش و فتوح از ناحیه رب الارباب باشد. صبر آرد آرزو را نی شتاب، صبر کن و الله اعلم بالصواب. میگوید همون که این باب رو گشود اکنون بسته است، می نشینیم تا دوباره بگشاید. بدین سبب و بدین صورت دو سال سرودن مثنوی متوقف می مانند. مورخان و سرگذشت نویسان مولوی نوشتند که سبب این توقف وفات همسر حسام الدین بود. شاید پدید آمدن و عروض قبض و ملال در خاطر مولانا زمانن مقارن با وفات همسر حسام الدین شده باشد و حسام الدین رو موقتاً در رسیدن به محضر مولانا و نشستن نزد او و نوشتن ابیات او مانع شده باشد. اما اینکه به خاطر وفات همسر دو سال سروده شدن مثنوی متوقف مانده باشد امر شگفت و باور نکردنی است، به خصوص که در ابتدای دفتر دوم مثنوی مولوی سخنانی میگوید که اون نقل رو تضعیف میکند و فرضیه دیگری رو تقویت میکند. دفتر دوم مثنوی چنین آغاز میشود: مدت این مثنوی تأخیر شد، مهلتی بایست تا خون شیر شد. تا نزاید بخت تو فرزند نو، خون نگردد شیر شیری خوش شد. بلبلی زینجا برفت و بازگشت، بهر سید این معانی بازگشت. چون ضیاء الحق حسام الدین اینان بازگردانید زوج آسمان، چون به معراج حقایق رفته بود بی بهارش غنچه ها نشکفته بود. چون ز دریا سوی ساحل بازگشت، چنگ شعر مثنوی با ساز گشت. مطلع تاریخ این سودا و سود سال اندر 662 بود. آفت این در هوا و شهوت است، ورنه اینجا شربت اندر شربت است. ملاحظه می کنید که مولانا چه می گوید؟ می گوید که یکی از اسباب توقف سروده شدن مثنوی آماده نبودن حسام الدین بود. بیان مولانا این است که این بلبل موقتاً این گلزار رو ترک کرد، رفت و به صورت بازی در آمد و دوباره بازگشت. اما اینکه این بلبل چرا این گلزار رو ترک کرده بود و چه شده بود که گیرندگی نداشت و نمی توانست با مولانا مصاحبت کند، چیزی با ما نمی گوید. ابیاتی که بعدن می آید قدری از این عارضه پرده بر می دارد. می گوید آفت این در هوا و شهوت است، ورنه اینجا شربت اندر شربت. این سخن می تواند متضمن نسبتی باشد، هم درباره حسام الدین و هم احتمالاً درباره خود مولانا، که شربتی تنعمی باعث شده باشد که موقتاً فتوحات و فیوزات ربانی منقطع شده باشد. اون ابیاتی هم که در پایان دفتر اول آمده است بر این گمان انگشت تأکید و تأیید می نهد. به همین سبب شاید مهمترین، عمدترین و مؤثرترین عامل تعطیل سروده شدن مثنوی همین باشد که هم قبض خاطری برای مولانا و هم ملال خاطری و عدم آمادگی برای حسام الدین پیش آمده باشد و مثنوی رو معطل نهاده باشد. هرچه باشد مولوی در این ابیات آغازین یک تاریخی رو هم در اختیار ما قرار میده. میگوید که سال اندر 662 بود، یعنی سروده شدن دفتر دوم مثنوی در سال 662 آغاز شده است. میدانیم که بنابر مشهور که فقط یک استثناء دارد، عموم مورخان گفتند که وفات مولانا در سال 672 هجری قمری در قنیه واقع شد.
لذا از سال 662 تا 672 ده سال فاصله است. در این ده سال فاصله 5 دفتر مثنوی سروده شده است، هر دفتر به طور متوسط طی 2 سال. اگر قبول کنیم که سرعت سیر مولانا در سرودن ابیات و دفترها همین گونه بوده است، آنگاه باید برای سروده شدن دفتر اول هم 2 سال منظور کنیم. بین دفتر اول و دفتر دوم هم 2 سال فاصله افتاده است. مجموعاً 6 دفتر 12 سال به علاوه 2 سال می شود 14 سال. لذا سروده شدن مثنوی باید تقریباً 14 سال قبل از وفات مولانا آغاز شده باشد. یعنی اگر مولانا در 672 به سن 68 سالگی از دنیا رفته باشد، 14 سال قبل از این، یعنی مثنوی در سن 54 سالگی سروده شدنش آغاز شده است. در مورد دیوان شمس، دیوان کبیر، ما اطلاع چندانی نداریم که چگونه سروده می شده است. همینقدر می دانیم که در مناسبت‌های پاره‌ای از غزل‌ها متولد شده‌اند و به درستی نمی دانیم که آیا سروده شدن آنها مقارنه با مثنوی بوده یا پیش از آن هم مولوی شاعری می کرده است. تعداد ابیاتی که اکنون در دیوان کبیر وجود دارد نزدیک 35,000 بیت است و اگر این رو کنار 25,000 بیت مثنوی بگذاریم، مولوی نزدیک 60,000 بیت شعر سرود است که مقدار بسیار زیادی است و مولوی رو در میان شاعران پرمحصول زبان فارسی قرار می‌دهد. کسانی که از این حیث با او برابری می‌کنند و پهلو می‌زنند، فردوسی و یا صاحب تبریزی و امثال آنهاست. کمتر شاعری داریم که این همه شعر، اون هم شعرهای ناب درجه اول سروده باشد. کلمه شعر رو که ذکر کردم، یک توضیح کوچک رو لازم می دانم و اون این است که حقیقتا نام شعر بر کثیری از ابیات مثنوی نمی توان نهاد. مولوی در مثنوی ناظم است. شعرهای نابی مثنوی شاید تعدادشون از 2000 نگذرند، بقیه نظم است. اما اونجا که شاعری مولانا به حقیقت و به درستی و به درخشندگی تجلی کرده است، دیوان کبیر است. اونجا مولوی یک شاعر درجه اول است به معنای واقعی کلمه. قوه خیال او در اوج شکوفایی و آفرینندگی است و خزانه بی پایان تصاویری که در اختیار اوست حقیقتا مبهوت کننده است. اونجا مولوی بی هیچ پروا و بی هیچ پرده اسرار خود را بر آفتاب می افکند و به تعبیری که خود او می گوید، حلاج اشارتگو از خلق به دار آمد و از تندی اسرارم حلاج زند دارم. می گوید که من چنان پرده دری می کنم که اگر حلاجی امروز بود مرا به خاطر اون پرده دری ها بردار می کرد. در مثنوی مولانا این آتش تلاطم درون رو به آب ادب سرد و نرم می‌کند. می‌گوید که در چنین مستی مراعات ادب خود نباشد، ور بود باشد عجب. جمع صورت با چنین معنای ژرف نیست ممکن جز ز سلطان شگرف. و حقیقتاً مولوی به صورت یک سلطان شگرف، جامع، خیشتندار و مقتدر در مثنوی ظاهر می شود که با کمال خیشتنداری سرکشی های ضمیر و زبان رو مهار می کند و اجازه نمی دهد که پرده دری و بیپروایی بکند. گاه هم که تا مرزهای رازگشایی پیش می رود، ناگهان به خود نهیب می زند و عنان واپس می کشد و توقف می کند و به خود می گوید که بر کنار بامی ای مست مدام، پست بنشین یا فرودا و سلام. بند کن چون سیل سیلانی کند، ورنه رسوایی و ویرانی کند. ولی گاه حتی همین نهیب خود را هم تحمل نمی کند و گوش نمی کند و می گوید که من چه غم دارم که ویرانی بود، زیر ویران گنج سلطانی بود. همین گفتگوها و دیالوگ هاست در مثنوی که اون رو این چنین زنده می کند و حیات می بخشد
و به هیچ وجه بیروحی و انجمادی رو که در دیوانها و منظومه های دیگر هست به او تحمیل نمی کند. حقیقتاً کتاب مثنوی یکی از اسرار زنده ماندنش زنده بودنش است. یعنی چنان حیاتی در او موج می زند که آدمی رو حیات می بخشد. شما در آنجا می بینید که مولوی بی تکلف جریان وحشی و چالاک ضمیر خودش رو بیرون می ریزد و اجازه می دهد که این دریا سیلوار جاری بشود و هیچ جا یا در کمتر جایی مولوی جلوی جوشش این سیل رو می گیرد. گفتگوهایی که با خود می کند، گفتگوهایی که با دیگران می کند، حوادثی که در ضمن سروده شدن مثنوی اتفاق می افتند و مولوی نسبت به آنها عکس العمل نشان می دهد و ذکری از آنها در میان ابیات خود می آورد. همه اینها مثنوی رو به صورت یک صحنه نمایشی در می آورد که بازیگران بسیار دارد و تنها بازیگر او خود شخص مولانا نیست. همراهان او، مخاطبان او، مستمعان او، محرمان، نامحرمان، بیرونیان، همه در این بازی سهیمند، همه بازیگرند و بازی رو بدل به یک بازی بسیار زنده و گیرا و جذاب کردند. سروده شدن مثنوی همچنین بود. مولانا هیچگاه در خانه نمی نشست، در خلوت و در انزوا تا بسراید و بنویسد و ویرایش کند و خط بزند، کلمه رو به جای کلمه دیگری بنشاند، بیت رو تعدیل کند، تلطیف کند، پرداخت کند و اونگاه در اختیار بیرونیان بگذارد، کاری که دیگر شاعران می کردن و خصوصا در آثار حافظ بسیار نمایان است. چنان که گفتم مولوی به هیچ وجه جریان چالاک و وحشی ضمیر خود را در بند نمی نهاد و شیوه او پیروی کردن از تداعی های مکرر بود. می نشست
دوستان در حضور او می نشستند، شبها رو بیشتر برای این کار انتخاب می کرد و گاه تا دم صبح با آنها می گفت و ابیات رو می سرود و آنها بر کاغذ می نوشتند. در مثنوی می بینیم که یک جا مولوی با حسام الدین خطاب می کند که صبح شده ای صبح را پشت و پناه، عذر مخدومی حسام الدین بخواه، ای که هر صبحی که از مشرق بتافت، همچو چشمه مشرقت پرجوش یافت. در اونجاست که ما می فهمیم که چنان شب به درازا کشیده و چنان همه بیدار در کنار یکدیگر نشستن که ناگهان صبح دمیده است و لازم آمده است که کار رو تعطیل کنند و به سوی خانه های خود بروند. در جاهای در مثنوی می‌بینیم که ناگهان کسی از راه می‌رسد و مولوی اشاره می‌کند که نامحرمی رسیده است. در یه جایی می‌بینیم که مشتریان و مستمعان مولوی رو خواب گرفته است و ملالت می‌نمایند. در اونجا مولوی به آنها نهیب می‌زند که گر هزاران طالبند و یک ملول از رسالت باز می‌ماند رسول. به آنها می‌گوید که اگر چنین باشد ناطقه او خواهد خفت و ادامه سخن برای او ناممکن خواهد شد. از این گونه حوادث که در حین سروده شدن مثنوی بود ما در این کتاب فراوان می‌بینیم. گاهی هم اشاره مولوی به بیرونیان است. خربتی ناگاه از خرخانه‌ای سر برون آورد چون تعانه‌ای که این سخن پست است، یعنی مثنوی قصه پیغمبر است و پیروی نیست در وی ذکر اسرار بلند که دوانند اولیا انسو سمند از مقامات تبتل تا فنا پله پله تا ملاقات خدا. مولوی در اینجا جواب آنها رو میدهد و میگوید که نسبت به قرآن هم همین طعنها رو زدند، ولی شما میبینید که قرآن جاودان مانده است. میگوید که این نه اون شیر است که از وی جان بری یاز پنجه قهر او ایمان بری، تا قیامت میزند قرآن ندا که گروهی جهل را گشت فدا، مرمرا افسانه میپنداشتید تخم طعن و کافری میکاشتید، خود بدیدید ای که طعنه می زدید که شما فانی و افسانه بودید. چنین بود که مولوی هم با بیرونیان درگیر می شد، هم با اطرافیان نزدیک خود و هم حوادث رو در کام می کشید و مطرح می کرد و حیات و زندگی و جوشندگی به کتاب خود می بخشید. آغازهای دفترهای مثنوی هم بسیار خواندنی و گیراست. آغاز دفتر سوم باز خطاب به حسام الدین است. ضیاء الحق حسام الدین بیار این سوم دفتر که سنت شد سه بار. قوتت از قوت حق می زهد نز عروقی که از حرارت می جهد، این چراغ شمس کو روشن بود نز فتیل و پنبه و روغن بود، چرخ گردون کو چنین دائم بود نز تناب و استونی قائم بود، همچنین این قوت ابدال حق همز حق دان نز تعام و از طبق، جسمشان را هم ز نور اسرشته اند تا ز نور و از ملک بگذشته اند، چون که موصوفی به اوصاف جلیل ذاتش امراض بگذر چون خلیل. در اینجا میبینید که مولوی اشاره میکند به حسام الدین و اینکه دفتر سوم رو هم در مصاحبت او و به کمک او باید آغاز کند و نیز اشاره می کند به این معنا که مانند خلیل الرحمن که از آتش گذشت رو هم از آتش امراض بیرون رو نشان می دهد که حسام الدین عارضه‌ای و بیماری داشته است و مولوی برای او آرزوی بهبود و عافیت می کند. در ابتدای دفتر چهارم باز مولوی خطاب خود رو به حسام الدین آغاز می کند و در اونجاست که با او می گوید که ای ضیاء الحق حسام الدین تویی که گذشت از مه
به نورت مثنوی. همت عالی تو ای مرتجا می کشد این مثنوی را تا کجا؟ مثنوی را چون تو مبدع بوده ای، گر فزون گردد تو اش افزوده ای. با تو ما چون رز به تابستان خوشی، حکم داری این بکش تا می کشی. این بکش این کاروان را تا به حج، ای امیر صبر و مفتاح الفرج. در ابتدای دفتر پنجم باز مولوی سخنش با حسام الدین است. شه حسام الدین که نور انجم است، طالب آغاز سفر پنجم است. ای ضیاء الحق حسام الدین راد، اوستادان صفا را اوستاد. گر نبودی خلق محجوب و کثیف، گر نبودی حلقها تنگ و ضعیف، در مدیحت داد معنا دادمی، غیر این منطق لبی بکشادمی. لیک لقمه باز آن صعبه نیست، چاره اکنون آب و روغن کردنیست. من بگویم وصف تو تا ره برند، پیش از آن که از فوت آن حسرت خورند. نور حقی و به حق جذاب جان، خلق در ظلمات وهمند و گمان. ماده خورشید مداح خود است، که دو چشمم روشن و نامرمده است. زم خورشید جهان زم خود است، که دو چشمم کور و تاریک و بد است. تو ببخشا بر کسی کو در جهان، شد حسود آفتاب کامران. قصد کردستند این گل پاره ها، که بپوشانند خورشید تو را. گفتمی از لطف تو جزوی ز صد، گر نبودی تم تراق چشم بد. لیک از چشم بد زهراب دم، زخمهای روح فرسا خوردم. این ابیات نشان می‌دهد که حسام الدین هم دشمنانی، مخالفانی، حاسدانی و طائنانی داشته است. در ابتدای دفتر ششم مولوی نام تازه‌ای بر مثنوی می‌گذارد و اون رو حسامی نامه می نامد. ای حیات دل حسام الدین، بسی میل می جوشد به قسم سادسی. گشت از جذب چتو علامه ای، در جهان گردان حسامی نامه ای. پیشکش می آرمت ای معنوی، قسم سادس در تمام مثنوی. در این مقدمه چنان که می‌بینیم مولانا دو نکته را می‌گوید. یکی این که اون افتخار رو نصیب حسام الدین می‌کند و مثنوی رو فروتنانه حسامی نامه می‌نامد و با این نامیدن تأکید می‌کند که اگر جذب حسام الدین نبود، مولانا هم به نورافشانی و گوهر پاشی موفق نمی‌شد و نائل نمی‌آمد. اون فاعل تام الفاعلیه حاجت به یک قابل تام القابلیه داشت. به فاعلیت او بدون قابلیت اون قابل تحقق نمی‌یافت. اما نکته دومی رو که در این مقدمه می آورد این است که می گوید پیشکش می آرمت ای معنوی، قسم سادس در تمام مثنوی. یعنی من برای به پایان رساندن مثنوی دفتر ششم رو آغاز می کنم. تمام رو در اینجا دو معنا میتوان کرد. یک معنای او اتمام است، چنان که در لغت عربی چنین است، یعنی در مقام اتمام مثنوی و به قصد به پایان رساندن کتاب مثنوی دفتر ششم رو آغاز میکنم. البته به نحو دیگری هم این مصرع رو میتوان معنا کرد و اون این که در تکمیل مثنوی، اما نه در تکمیل نهایی او، دفتر ششم را آغاز میکنم. ولی هرچه بود دفتر ششم مثنوی رو تمام کرد و به پایان رساند و بنابر اون محاسبه زمانی که قبلا به دست دادیم، کمابیش سروده شدن دفتر ششم هم دو سال به طول انجامید و تقریبا خموشی مولانا نزدیک و مقارن با دوران بیماری و سپس دوران وفات و رحلت او شد. این مشهورترین قولی است که در این باب وجود دارد. اما این که گفتند قبل از وفات مولانا به چند سال تمام مثنوی آماده بوده است و حتی بنابر نقل
شمس الدین احمد افلاکی در مناقب العارفین 7 بار مثنوی بر مولانا خوانده شده است و او تصحیح کرده است، باید در پاره از این گمانها تجدید نظر کرد، گرچه نقلهای اون نویسندگان هم خالی از مبالغات و نکته های سست و ناموثق نیست. هرچه هست مثنوی 6 دفتر بیشتر ندارد. بعدها دفتر 7 هم به مثنوی افزودند و به مولانا نسبت دادند، اما به قدری ابیات اون دفتر سست است و چنان به نحو اجماعی توسط مثنوی شناسان انتصابش به مولوی نفی و رد شده است که امروز هیچ کس چنان گمانی رو در خاطر نمی آورد و حتی احتمال ضعیف نسبت اون دفتر به مولوی را هم نمی دهد. قطعا مثنوی 6 دفتر بیشتر نبوده است و از 25600 خورده ای بیت هم افزونتر نداشته است و همین است که اکنون در اختیار ماست. صورت ویرایش شده نهایی مثنوی 25600 چند بیت با خود دارد، چنان که در تصحیح نیکلسون و تصحیح‌های بعدی آمده است و چنان که در منقح‌ترین و صحیح‌ترین نسخه مثنوی که اکنون به صورت خطی در مزار مولانا در قنیه وجود دارد نشان می‌دهد. مثنوی که در قنیه وجود دارد به سال 677 یعنی 5 سال بعد از وفات مولانا نوشته شده است و مولوی از این حیث بسی بختیارتر و برخوردارتر از حافظ و بسیاری دیگر از شاعران و نویسندگان پارسی زبان بود. ما اینک از کتاب مثنوی او خصوصا نسخه بسیار صحیحی در اختیار داریم که تا حدود زیادی بر سروده های شخص مولانا منطبق است. چنین اطمینانی را درباره دیوان حافظ نداریم. برای مولوی این فرصت شاید باقی نبود که تمام مثنوی رو مرور کند و ویرایش مجدد کند و ابیات سست را از او بزداید، ولی گرچه چنین فرصتی برای حافظ بود، بلکه سراسر عمر خود را در این کار سپری میکرد، اما نهایتاً به دلیل همین تهذیب ها و تصحیح ها نسخه نهایی دیوان او یافت نمی شود و در مورد پاره از ابیات باید با حدس و گمان سخن گفت و به قطعیت نمی توان داوری کرد. نسخه‌هایی از مثنوی که تا قبل از ویرایش نیکلسون در اختیار بود تعداد ابیاتشون گاهی تا 27000 بیت می‌رسید. نسخه‌هایی که ابیات الحاقی بسیار با خود داشت، نسخه‌هایی که پاره از ابیات مولوی رو مشمول تصحیف‌ها و تحریف‌های بسیار قرار داده بودند و معضلاتی از پاره از ابیات مثنوی ساخته بودند که صرفاً اون معضلات به سبب این بود که شعر بد قرائت شده بود و خوانندگان در فهم معنای درست شعر درمانده و متحیر بودند. بر مثنوی شعرهای بسیار زیاد نوشته شده است. از همون وقتی که مثنوی متولد شد مورد توجه عامه و خصوصاً عالمان، متفکران و عارفان قرار گرفت و به حقیقت مثنوی ناسخ کثیری و بلکه همه دیوانهای شعر عارفانه پیش از خود شد. ناسخ نه به این معنا که مردم اونها را کنار نهادند، بلکه به این معنا که اونها از اهمیت پیشین خود فرو افتادند و دیگه اون ذوق رو
و اون شور رو که در کام و در جان خوانندگان خود می آفریدند نیافریدند و همه به درجه دوم در ردیف آثار بلند عرفانی تنزل یافتند. عطار از اون پس عطار باقی نماند، سنایی از اون پس سنایی پیشین بر جای نماند. در عین نهایت فروتنی که مولوی با اینها می کرد، اما در حقیقت بر اونها چنان تفوق جست که اونها رو به درجات پایین تر فرو نشاند. این شعر از خود مولاناست که عطار روح بود و سنایی دو چشم او، ما از پی سنایی و عطار آمدیم، ولی اون که از پی آمد در حقیقت از اونها پیش افتاد. بر مثنوی شعرهای بسیار نوشتند. در زمان ما هم از این شروح تعدادی پدید آمدند. از مثنوی خلاصه هایی هم تهیه شده است، به خاطر اینکه کتاب مثنوی کتاب حجیمی است و وحی آسا و الهام وش سروده شده است. مولوی چنان که گفتم در سرودن مثنوی تابع هیچ طرح از پیش آماده ای نبود، می نشست و سخن را آغاز می کرد. هرگاه قبض و ملال حاصل می آمد سخن رو فرو می نهاد و سکوت پیشه می کرد. هرگاه که بر سر شوق بود و شور و جوشش در ضمیر او بود می گفت و می گفت، حتی تا دم صبح به سرودن مثنوی ادامه می داد و هیچ چیزی او را متوقف نمی کرد. ابن الوقت بود، کاملا تابع احوال درون خود بود و هیچ تحمیلی را از بیرون نمی پذیرفت. همون که خود می گفت، صوفی ابن الوقت باشد اگر رفیق، نیست فردا گفتن از شرط طریق. گاهی پیش می آمد که می گفت این سخن ناقص بماند و بیقرار، دل ندارم بی دلم معذور دار. می شمارم برگهای باغ را، می شمارم بانگ کبک و زاغ را. گاهی می گفت که ادامه سخن برای من ممکن نیست و در همین جا دفتر رو می بندیم و به وقت دیگری حواله می کنیم. همین طور شد که دفتر نخست که تمام شد به مدت 2 سال صبوری پیشه کرد و خموشی گزید تا دوباره نطق او باز شد. این چنین تابع احوال درون خود بود، لذا هیچ طرحی، طرح واحدی، طرح از پیش ساختهی در مثنوی دیده نمی شود. نوعی نظم پریشان به تعبیر حافظ در مثنوی است، نظم پریشانی که در هیچ دیوانی و در هیچ کتابی دیده نمیشه. حتی مولوی که این همه ذوب در خدا بود، در آن محبوب ازلی بود، هیچ یک از دفترهای خود رو با نام خدا، با نعت رسول خدا آغاز نکرده است. خیلی عجیب است، شما وقتی که به بوستان مراجعه میکنید، وقتی که به منظومه های بلند و عالی نظامی گنجوی نظر میکنید، وقتی که به حدیقت الحقیقه سنایی و کثیری از دیوانها و کتابها از این قبیل نگاه میکنید، درست به سبب اینکه اونها با یک طراحی پیشین پدید آمده اند از جای آغاز میشن و به جای هم ختم میشوند. اما هیچ یک از دفترهای مثنوی چنین نیست. خطابهای او همه جا این چنین است، تابع و دنبال رو به دل خود بوده است. گاهی مهار رو میکشید، گاهی هم آزادانه میتاخت، بلکه پرواز میکرد. به همین سبب خواندن مثنوی آسان نیست. یک شناگر یا غواص ماهری رو میخواهد که بارها در آب غوطه برود، دوباره سر از آب بیرون بیاورد، دوباره غوطه برود و نداند از کجا سر بیرون خواهد آورد. همراهی با مولانا در این گردشگری، در این غوطه‌بری، در این شناگری، در این چالاکی و این تاخت و تاز، جهیدنها و پریدنها و پرواز کردنهای بی قاعده به هیچ وجه آسان نیست. آدمی مخصوصا مبتدی زود در می ماند و از پای می افتد. برای چنین کسانی که قدرت شنا کردن در دریا و دل به امواج دادن رو ندارن، باید آبگیر خردی تهیه کرد تا ابتدا بتوانن پا در این آبگیر بگذارن، شنا رو در اونجا بیاموزن و سپس وارد دریای بیکران مثنوی بشوند.
و السلام علیکم.